سلام پریگلابا، حالتون چطوره؟ فری هستم و خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. چند شب پیش داشتم بستنی وانیلی میخوردم، پیش خودم گفتم که چی میشه اگه بستنی سیبی، خیاری، گوجه‌ای، چویی، بوقی و شیری بکنم. شیری داریم، پیش خودم گفتم یعنی بستنی ها چه مزه‌ای میدن، چی جوری هن و خیلی دوستشم که امتحانش کنم. به خاطر همین امروز گفتم با هم دیگه بریم بستنی ها رو درست کنیم و تستشون کنیم. رفتم براتون هزینه کردم و دو بستنی فیلی خریدم براتون. یکیش گم شد. کجا رفت؟ یعنی چی؟ فیل زرنمون نمیخواد بستنی بشه. غلط کردی. بهداشت هم حتما رعایت میکنیم. رفتم شستمش. یه انیمیشنی بود که فیلا باهاش بستنی میساختن، با خورتومشون بستنی درست میگن. اسم انیمیشنه چی بود؟ اصلا یادم نمیاد، ولی اینو دیدم یادم انیمیشنه افتادم. معیارهای بستنی اینه که باید شیرین باشه، پس فکر میکنم که باید یه خورده بهشون شکر بزنم. خب دوست دارم که اول با چای شروع کنم. اینا رو من در میارم. نمیدونم این چای مال کیه، فکر کنم مامانم صبح دم کرده، ولی امیدوارم که نه، خوبه، گرمه. به نظرم اول یه پیمونه یا یه پیمونه برای اقف کنم زیاد باشه، نه؟ نصف پیمونه شکر توی همه اینا میریزم که همشون شکر داشته باشن. فقط هیچ ایده ندارم بودم که توی گوجه قراره مثلا شیرینی چجوری بشه، ولی به هر حال بستنی باید شیرین باشه. آقا من نمیدونم، توی همشون یه خورده شکر ریختم. بعد حالا جانو ما تمیز میکنیم. خب بیس دوممون آبه. آب یه کوچولو آب میریزیم توشون، یک سومش آب میریزم. همه رو میخوام یه اندازه باشه. بچه ها به طرز عجیب همش داره یه اندازه میشه، باورتون میشه؟ نیتون پاکه. فکر نمی کنم بستنی چوی برمزه بشه و احساس بد نسبت به این ندارم، ولی خب واو، احساس میکنم دارم آزمایش علمی انجام میدم. آیتم بعدی شیره. فکر نمی کنم شیر واقعا بدمزه بشه، تاریخش نگذشته. نه به شیر احساس بدی ندارم. بچه به نظرتون میخوام دوغ و با شکر قاطی کنم؟ یه برای سرم نمیاد، چون احساس میکنم از این ترکیبای مثل خربوزه و عسل که میگن نباید هیچ وقت استفاده کنه ممنوعه هست، نمیدونم چرا. حالا دوغ، دوغتون حتما با آبلی باشه. من به اندازه کافی هم خوب. بچه ها هیس هیس داشت میزد بالا. شد چیکار کنم؟ آی آرام باش حیوان، واقعا آولی بیادبی هستی، علی بدی هستی. میخوام دلو بزنم به دریا و بازش کنم. وای نه، وای پای شور دوغ. وای کاش که حداقل توی دوغو شکر نریخته بودم. نه اونو میخواد یکم از دوغو بخورم. میزنم به سلامتی دوغو. داشتم حالا میریم سراغ آیتمای جامدمون. خیار رو رنده کنیم. دستون تمیزه ها؟ همین الان دستون شستم. دارم چی کار میکنم؟ بچه اصلا ایده خوبی نیست. به نظرم یه چند تا دونه خیارم بریزم توش خوب باشه، نه بچه ها؟ وای خیلی حس گندی دارم، از این دارم خیلی قرار افتضاح بشه. حالا بریم سراغ گوجه. باقا شب برش دارم بریزم تو. ای به نظرتون واقعا دلیلی داره که بستنی خیار و گوجه نداریم؟ اصلا شکل قشنگی نداره، دست من پر گوجه. آیتم بعدمون سیبه. فکر کنم سیب واقعا بدمزه شه، چون که فکر کنم بستنی سیب داشته باشیم ولی من تا حالا نخوردم. امیدوارم که من هیچ وقت بستنی فروشی نزنم. من این گنده ها رو جمع کنم دوباره برمیگردم پیشتون. خب من همه اینجا رو جمع و جور کردم و این شد چیزی که میبایست. بکنم یک ساعت و نیم کافیشون باشه. زرده رو میذاریم برای سیب، سبز رو میذاریم برای خیار، صورتی رو میذارم برای گوجو، همهشون هم رنگ داشته باشن. آبی رو میذارم برای ایبریو. ایبریو چی بود؟ ایبریو دوغه، دوغ هم میشه آبی.
شیر میشه بنفش و چایی هم نارنج. خب این دوربین هم که میبینی اینجا داشتم وقت داره ویدیو میگرفتمه، اینم که گوشیمه. گفتم تو این فاصله ای که قرار بستنی ها بگیر خودشو یکم با هم دیگه صحبت کنیم، حرف بزنیم. به نظرم بریم تو حیات، هوا خیلی خوبه، اصلا هوا زمستونه نیست، سرد نیست. خب بچه حیات رو رفتم نگاه کردم، دیدم خیلی شلوغ قلوغه، بعد این میخواستم مرتبش کنم بعد ویدیو بگیرم خیلی طول میکشید. کلی برگیزون داره درختامون، بعد حیات شده کلی پر از برگ و اینا، بعد اونا رو اول رفت و رو میکردم دیگه ولش کردم. کلی هم وسایل مسائل تو حیاته و چرا دارم حالا همه اینا رو توضیح میدم، چرا دارم آبرو خودم میبرم. در حال یه نشستم دم حیات، خونه بغلیمونم یعنی زمین بغلیمونم دارن میسازن، همش سر و صدا و احساس میکنم خیلی سقف هست. نه الان بهتر شد، خیلی زاویه بدی داشتم. بچه جورابامون دیدین چقدر قشنگه؟ آندا داره بعد بالای جورابم هم اینجوری طولیه. این مدتی که تصمیم گرفتم دوباره برگشتم به یوتیوب و ویدیو دارم میذارم، هر روز شورت ویدیو و ویدیوهای بلند میذارم. خدا رو شکر تو شورت ویدیو اینا دوست دارین و کامنت میذارین و لایک میکنید و اینا، خوشحالم از این بابت که شورت ویدیو رو میبینید و دوست دارید و نظرتون رو میگین. ولی خب در کنارش واقعا من فکر نمیکردم که اینطور آدم های هم واقعا باشن، یعنی در کنار اینکه کلی انرژی خوب هست، انرژی خوب میگیرم، انرژی قشنگ میگیرم که آره مثلا ادامه بده، ویدیو بیشتر بذار، حتما مثلا موفق میشی و اینا، یه سری آدم های هم هستن که واقعا با دو سه تا اکانت میان آدم رو مسخره میکنن، نمیدونم حرفای زشت میزنن، توهین میکنن. بعد خیلی برام عجیبه که چرا واقعا آدم ها چجوری از یه جایی به اینجا میرسن که بشینن یه نفر رو مسخره کنن که صرفا اون طرف مثلا دست از اون کار بکشه و احساس میکنن اون موقع است که احساس موفقیت میکنن که ایول شد، این حرف رو بزدم، بالاخره به خیال شد و بلکت رفت. حالا به هر حال کلا دوست داشتم که راجع به این موضوع باهاتون حرف بزنم و خب میدونم خیلی تعدادشون کمه، چون که به هر حال هنوز مثلا انقدر مثلا سابسکرایبرها یا انقدر بالا نرفته که بخواد میزانشون بیشتر باشه، ولی خب مطمئنم که بعداً بیشتر هم خواهد شد. به خاطر همین دوست داشتم راجع به این موضوع باهاتون صحبت کنم و یه جورایی درد و دل تور باشه. حالا کلا از اینا که بگذریم، من از وقتی که دانشگاهم تموم شده، حالا دانشگاهم البته کامل تموم نشد، یعنی واسه خودم بود که دیگه نرفتم، نمیدونم بدونید یا نه، من رشتم گرافیکه، کاردانی گرافیک خوندم، بعد هنوزم مدرکمو نگرفتم، البته نرفتم سراغش که مدرکمو بگیرم، یعنی تموم شده پاس شدم، فقط باید کارهای اداریشو کنم که مثلا مدرکش برام بیاد. از وقتی که دانشگاهم تموم شده احساس میکنم خیلی بیکارم، در صورتی که اصلا اینجوری نیست، من نصف روزو دارم ویدیو میگیرم، بعد نصف روز هم درگیر ادیتش هستم و بعدم آپلود. ولی چون که کلا چندین سال پشت سر هم مثلا مدرسه میرفتم درس میخوندم، بعدم دانشگاه و اینا، احساس میکنم باید برم مثلا درس بخونم، ولی خب اینطور نیست، به خاطر طبق عادتی که داشتم این حسو دارم. به خاطر همین هر روز دارم به این فکر میکنم که یه کار جدید انجام بدم، مثلا لایف استایلمو عوض کنم، نمیدونم ورزش کنم، رژیم بگیرم، اینجور چیزا. میدونم شما قطعا این مشکل رو دارین، هر از چند مدت یک باری این تصمیمو میگیرین که یه تغییر اساسی تو زندگیتون ایجاد کنید، و من کلن آخر سالم که میشه احساس میکنم باید مثلا یه کار جدید انجام بدم، برنامه های جدید بریزم برای سال جدید. بعد خیلی یه حسی داره که مثلا باید بدوی بری سمت مثلا کار جدید، کاری که هنوز انجام ندادی، و همین عجله باعث میشه که مثلا یا اگه بخوام اون کار رو انجام بدم درست و خوب انجام نشه، یا اصلا نظرم نسبت بهش عوض میشه، احساس میکنم مثلا نمیتونم و اینا. مثلا شما بلدید بشکن بزنیم؟ اینجوری هم بلدم بچه هم، یه جوری دیگه هم بلدم دیگه. بچه ما 4 تا درخت خونمون داریم. هم روزی که میخواستم ما بابام درخت بکارن تو باغچه‌مون، فقط فکر سلایق خودشون موندم و ما ذره براشون اهمیت نداشتیم. نمیدونم چرا تصمیم گرفتم راجع به درختمون باهاتون صحبت کنم، ولی خب به هر حال بیان حداقل نشونتونم بدم. این درخت پرتقاله که اصلا هیچ الان 10-11 ساله که یه دونه پرتقال بهمون نداده. نارنجه، این بلندتر قدش، اونوریه نارنگیه،
اون چوب خشکه هم که میبینید اونوره این من اونم خرمالوه که همه خرمالوشو کندن خوردن. من که اصلا خرمالو دوست ندارم. اینجا قلیون هم داریم بچه ها. بیاین خونمون براتون قلیون چاق کنم. داشتم آرایش میکردم تو ابروام کرم رفت. بعد احساس میکنم تو کل ویدیو ابروام خیلی روشن شده بود. بچه رنگ رژدم قشنگه. خودم این رنگا رو خیلی نمیزنم چون این سری دارم. بریم یه سر به آیس کریم هامون بزنیم ببینیم که چی شدن. هنوز نگرفتم بچه‌ها، هنوز یه خورده آبکیه. سوسیس 2000 years later. خب بچه ها ما دیگه بستنی همون آماده شد، یعنی الان تقریبا یک ساعت و نیمی میشه که اینا تو فریزر بودن. میخوام اول از این شروع کنم، دوغیو، چون که خیلی هیجان زدم که ببینم دوغیش چه طعمی داره. چی؟ یعنی چی؟ من از توش باید با قاشق بخورم. خیلی خب من قاشق رو بردم، مجبورم که بستنی اینجوری قاشقی بخورم دیگه. خیلی بدمزه، قرش و شیرین طور داره، یعنی به خاطر شکری که زدم خیلی ترش و شیرین شده. کاش که نزده بودم شکر، ولی خب باید تو بستنی شکر باشه. اصلا پیشنهادش نمی کنم بهتون، خیلی افتضاحه. خیلی بستنی دو از 1 تا 10 میگیره، اونم فقط به خاطر اینکه دوغ آبلی بود و یه خورده ترش طعمه دوستش دارم، ولی اصلا بستنیش خوب نمیشه اصلا. بریم بستنی بعدی که بستنی شیری بود. اینم در میاد. چه اینجوریه بچه‌ها، یعنی هنوز کامل نبسته که اینجوری هست. همین ناراحتم. بستنی شیری خوشمزه است، ولی یه کوچولو مزه آب گرفته، اونم فکر کنم به خاطر آب زیاد که توش کردم. در کل خوشمزه است. بستنی شیری از 1 تا 10 میگیره. بستنی بعدی بستنی چویه. در نمیاد، در نمیاد، خیلی ناراحتم بچه. بستنی چویی. اون خیلی بده، افتضاح بچه ها، افتضاح. بد ورژن ترین نوع چویه، یعنی اصلا هیچ وقت چویه بستنی شده رو امتحان نکنید، افتضاح. یک میدم. بریم سراغ بستنی سی. او 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 در من افتاد. بستنی سی خوشمزه بچه ها. بستنی سیبو دوست دارم، چیز خوبی از آب در میاد، یعنی انگاری که داری آب سیب یخ زده میخوری. به نظرم خوشمزه. به نظرم بستنی سیب واقعا باید ساخته شه. به نظر من خیلی خوشمزه. به بستنی سیب از 1 تا 10 میدم. میریم بعدی بستنی گوجه. ای بومولت میده. خیلی بده، خیلی بده. آی چه امتحان شکنید. مزه املتی که اشتباهاً با مربا خوردی. آی خیلی بده، خیلی بده. به بستنی گوجه از 1 تا 10 خیلی افتضاح بود، افتضاح بود. مرمر شدم. بستنی بعدی بستنی خیار. میدونی چون که طعم جدیدیه به عنوان بستنی اصلا خوب نیست اصلا. الان مثلا خیار رو بدمزه نبوده، ولی نمیدونم اصلا حس خوبی نمیده. این شیرینی توش اصلا. به بستنی خیارم 3 میدم، ولی تو همشون برنده میشه سیب، چون واقعا سیب خیلی خوشمزه بود و اصلا با شکرم بد در نیومده بود چون خودش شیرین بود. خب بچه هم مرسی که تا اینجا ویدیو با من همراه بودین، تجربه قشنگی بود و من واقعا دوست داشتم این بستنی عجیب غریب رو امتحان کنم چجوریه. مرسی که وقت گذاشتین این ویدیو تا آخر دیدید. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. مراقب خودتون باشید و تا ویدیو بعدی، فعلا بابای.